بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. سازمان جهانی بهداشت در گزارشی گفته که از آغاز سال 2024 میلادی تا کنون 160 نفر مبتلای به سرخک جان باختند. در گزارش آمده که در همین مدت 36618 مورد مشکوک سرخک در افغانستان ثبت شده است. به گفته این سازمان، از میان موارد ثبت شده 81% آن کودکان زیر 5 سال هستند. بر اساس گزارش سازمان ملل متحد در مورد چشم‌انداز جمعیت جهان در سال 2024 که روز گذشته منتشر شد، هند همچنان پرجمعیت‌ترین کشور جهان در طول قرن 21 باقی خواهد ماند. بر اساس این گزارش پیش بینی می‌شود کشور هند در اوایل دهه 2060 با حدود 1,700,000,000 نفر به اوج جمعیت خود برسد. پیشبینی های سازمان ملل همچنین نشان می دهد که جمعیت جهان احتمالاً در اواسط دهه 2080 به حدود 10,300,000,000 نفر خواهد رسید و در سال 2100 به تدریج به 10,200,000,000 نفر کاهش خواهد یافت. خبری از قاره آفریقا. مقامات محلی نیجریه میگویند بر اثر فرو ریختن یک مدرسه در ایالت پلاتوی نیجریه، دست کم 22 کودک جان خود را از دست داده و بیش از 130 نفر هم مجروح شدند. آکادمی سنت که در شهر جوس مرکز ایالت قرار داشت، صبح جمعه در حالی که دانش آموزان داخل مدرسه بودند فرو ریخت و بچه ها زیر آوار مانده بودند. سازمان جهانی بهداشت WHO روز گذشته هشدار داد که بدون اقدام فوری بیش از 1,000,000 کودک در جمهوری دموکراتیک کنگو از سوء تغذیه حاد رنج خواهند برد. در همین راستا آدل هید مارچانگ، افسر ارشد اورژانس سازمان جهانی بهداشت، در یک نشست توجیهی سازمان ملل در ژنو وضعیت کنونی در جمهوری دموکراتیک کنگو را فاجعه بار خواند و گفت در ماه‌های گذشته جمهوری دموکراتیک کنگو با تشدید درگیری و خشونت مواجه بوده است که منجر به آوارگی گسترده، بیماری‌های فراوان، خشونت‌ها و آسیب‌های روحی شدید شده است. به نظر می رسد افرادی که هر شب بین 7 تا 9 ساعت می خوابند در آزمون‌های ارزیابی هوش، مهارت‌های استدلالی، زمان‌های عکس‌العمل و همچنین حافظه بهترین عملکرد را دارند. بر اساس پژوهشی جدید، شب زنده‌داران احتمالاً از سحرخیزان هوشیارترند. افزون بر این، افرادی که شب هنگام قبراغتر و فعالترند در آزمون‌های شناختی عملکرد بهتری نشان دادند. دانشگاهیان امپریال کالج لندن طبق این مطالعه که در مجله سلامت عمومی BMG منتشر شد دریافتند که شب زنده‌داران از عملکرد شناختی بهتری برخوردارند.